وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، شما بیننده برنامه آزادی زن هستید که برنامه است از سازمان آزادی زن. ما را هر یک شنبه ببینید و دیدن ما را به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه بکنید، چرا که این صدا بی‌طرف نیست، جانبدار هست، برای آزادی، برابری و رفاه همگان تلاش میکنه و برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان و بینندگان خوب خودش رو در کنار خود داشته باشید. نکته نظرات خودتون رو با ایمیلی که در پایین همین صفحه میبینید میتونید با ما در میان بذارید. در این برنامه سراغ آذر مازیدی رفتم و با ایشون گفتگوی خواهم داشت. آذر مازیدی، روز بخیر. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. آذر مازیدی، اخیراً کنفرانس واشنگتن برگزار شد، کنفرانسی که سران کشورهای ناتو به ساخت در اونجا کنفرانسی رو برگزار کردن. تو این کنفرانس بیانیه پایانی که دادن بیشتر به نظر میرسه که به طرف میلیتاریزم دنیا داره حرکت میکنه. خواستم از شما بشنویم که این بیانیه چی میگه و داستان چی هست؟ دقیقا نکته که شما روی اون انگوش گذاشتین خیلی روشنه. ناتو کلن باید در نظر بگیریم که دقیقا در مخالفت 100% با اون چیزی که خودش اعلام میکنه، که به خودش یه سازمان دفاعی مینامه، یه سازمان کاملا جنگی هست و نقشی که ناتو بازی کرده تو همین سالهای اخیر رو ما کاملا میدونیم. من اینجا لازم نیست دوباره برای چندین بار به جنگ هایی که ناتو مسبب بشه یا آمریکا و بخشی از اروپای غربی، بریتانیا، فرانسه، آلمان، یعنی بخشی از ناتو در اون درگیر بودن و حمایت اگر نه اکتیو و فعال زمینی ناتو رو، تمام کشورهای ناتو رو داشتن. ولی به خصوص از حدود 3 سال پیش که مسئله اوکراین اومد توی جلوی صحنه اخبار سیاسی و مسئله این که میخواستن اوکراین رو به ناتو متصل بکنن و این اون چیزی بود که مسئله دولت روسیه بود، از همون ابتدا این فضا به شدت نظامی تر شد و با شروع جنگ اوکراین ما دیدیم که هی این فضا نظامی تر، جنگ افروزانه تر شد و چند تا کشور جدید اضافه شدن به ناتو، کشورهای بالتیک، فنلاند و سوئد به ناتو افزوده شدن. الان 32 یا 33 کشور عضو داره ناتو و اینها همه، من فقط اینجا میخوام یه توضیح بدم که شاید یه مقداری جنگ، شروع جنگ اوکراین روشن‌تر بشه. ناتو یک نهادی بود که زمان جنگ سرد ساخته شد، بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی سریع بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و غرب یک سازمان نظامی ساختند در برابر شوروی و کل بلوک شرق که اون موقع تحت عنوان سوسیالیسم حکومت می‌کردند. این ناتو رو تشکیل دادن، بعد بلوک شرق هم ورشو رو تشکیل داد در مقابل اینها و این ادامه پیدا کرد تا وقت سقوط شوروی. و سقوط شوروی آمریکا قول داد به اول گورباچوف و بعد پوتین که ناتو گسترش پیدا نخواهد کرد. و اگر شما به یه سری بحث‌های همون دوره گوش بدید و یه سری از آدمایی که اون دوره دستن در کار بودن، آمریکایی، بریتانیایی، من دارم صحبت می‌کنم نه روسی، و از این و الان درست 3 سال پیش که این جنگ اوکراین در تبلش کوبیده شد و صحبت‌های اونها رو رجوع بکنید، یه سری از دیپلمات‌ها یا غیره که از این حرف میزنن که آمریکا قول داده بود که ناتو گسترش پیدا نمی‌کنه چون روسیه خطر ناتو رو مطرح می‌کرد، ولی از همون اول کلینتون قول داد گسترش داد، بعدش بوش و همینطور که اومدن و الان تمام دور روسیه رو اعضای ناتو گرفتن، اوکراین مونده. سر اوکراین وقتی که قرار شد که به پیونده این روسیه حمله کرد و بعد دیدیم که کشورهای دیگه پیوستن
و هنوز هم توی این بیانیه که دادن روسیه رو به عنوان دشمن اصلی صلح اعلام کردن و بر حمایت کامل و دادن سلاح به اوکراین پای فشردن و اعلام کردن که ناتو آماده است که دفاع بکنه از هر کدوم از این کشورهایی که ممکنه مورد حمله قرار بگیرن. به هر صورتی عملا وقتی شما الان جا نیست ما تمام بیانیه رو باید بخونیم پاراگراف با پاراگراف تا لحن جنگ افروزانش رو ببینیم، چطوری داره فضا رو برای جنگ آماده میکنه رو ببینیم، چگونه داره روسیه رو به دشمن و چین رو به دشمن دیگه تبدیل میکنه ببینیم. تمام این تبلیغات جنگ افروزانه ای رو که ما در این 3 سال پیش شاهدش بودیم از طرف رسانه های بسر اصلی و دولت های غربی، همه اونها با لحن تندتر نظامی و جنگ افروزی توی این نشست کشورهای ناتو رو ما میبینیم که درش وجود داره. و در این حال یه بیانیه دیگه ای دادن در حاشیه ناتو در مورد تروریسم که حالا در یه برنامه دیگه میشه اون راجع به اونها هم صحبت کرد. و این بیانیه دوباره اومدن یه تاکید بیشتری کردن به این که دنیا یعنی غرب در خطر تروریسم قرار داره و روسیه و چین. ببینید چه فضایی رو دارن میسازن، چه جوری دارن فضا رو آماده میکنن برای یه جنگ جهانی. احتمالش حتی آدم بعد از این کنوانسیون اگر آدم یه مقداری مردد بود قبلا که نه نمیشه، بعد از این مجمعه و دادن این بیانیه و صحبتهایی که اونجا پخش شد ازش کاملا بر این تاکید داره که ما داریم با سر میریم به سوی یک جنگ خانمان برانداز گسترده تر. همین الان تو دنیا خیلی جنگ خاورمیانه رو نگاه کنید، اوکراین رو نگاه کنید، تو آفریقا تو گوشه کنارش جنگ های با تروریست ها هست، ولی این دارن بر کوس گسترده تر کردن این میزنن و این چیز خطرناکی هست که باید بهش آگاه بود، هوشیار بود و تلاش کرد در مقابلش جنبشی رو سازمان داد. آذر مازیدی، بالاخره اینا اشارهشون به یه سری کشورهاییست که به عنوان دشمنان به دموکراسی و غرب و این چیزا حساب میکنن، روسیه، چین، ایران و کره شمالی مثلا. بالاخره کشورهای زیادی هم هستن که به اصطلاح تحت عنوان کشورهای غیر متحد قبلا بودن، مثلا هند و اینا که عضو چیز نیستن. آیا این امکان وجود داره که اینا هم باز دوباره برگردن به همون پیمان قبلی که داشتن، مثلا پیمانهای دیگه رو در مقابل اینها به اصطلاح قرار بدن و به طرف یه جنگ سرد نو بریم، یا تک قطبی شدن جهان و قدر قدرتی غرب میخواد دامنه جنگ رو افزایش بده؟ به نظر میرسه که اون دوره نظم نوین جهانی که بعد از سقوط شوروی سوت آغازش زده شد و طلوع خونینش با حمله آمریکا به عراق تو سال 1991 ما شاهد بودیم که چه کشتاری کرد و چه ویرانی به وجود آورد. تازه این فقط جنگ اولش بود و بعد اون تحریم وحشیانه‌ای که بر عراق برای 10 سال تحمیل کرد و بعد دیگه داشتیم افغانستان و عراق و سوریه و همین رو بریم تو تحت. به نظر میرسه که این دنیای این نظم نوینی که آمریکا قدر قدرتش بود، قلدرش بود، رئیس اصلیش بود، اون چیزی که خود حاکمان غربی بهش میگن رول بیس، جهانی که بر طبق قانون عمل میکنه، خودشون این اسم خودشون گذاشتن، اونها بر طبق قانون عمل میکنن و بقیه جهان ظاهرا بر مبنای تروریسم و اینها عمل میکنن. این داره به یه جای بحرانی رسیده، وگرنه آدم نمیتونه تصور بکنه که اگر بحرانی این دنیای بر نظم متکی یا ناتو یا غرب یا تروریسم دولتی، امپریالیسم غرب، هر کدوم از این ترمایی رو که بخواید براش استفاده بکنید، اینها چرا باید اگر دوچار بحران نیستن خودشون جنگ و جنگ و جنگ و جنگ را بندازن؟ این فقط نشونه اینه که یه بحران عمیقی هم ایدئولوژیک و سیاسی و به نظر من هم اقتصادی در مقابلشون قرار گرفته که برای حل اون
هی دارن جنگ افروزی میکنن و هی جنگ افروزی رو تو دنیا گسترش میدن. آیا ما جنگ جهانی سوم رو به این معنا که تو خود اروپا هم بمب بریزن شاهد خواهیم بود، مثل جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول، یا اینکه نه فقط توی اون بقیه دنیا این جنگ رو گسترش میدن؟ الان آفریقا در خطر جدی جنگ قرار گرفته، بسیاری به خصوص کشورهایی که علیه دولت فرانسه کودتا کردن و خواستن دست فرانسه رو برای همیشه از این کلونی بازی به صلاح، واقعا مثل مستعمره واقعی نیست ولی مثل همون موقع داره میچاپه و دولت‌های دزد سرکوبگر میاره تو کشور، کودتاهایی که شده و حالا تلاشی که فرانسه میخواد بکنه این فضا رو برگردونه، نقش القاعده رو که اونجا دست فرانسه و آمریکا اینا داره جنگ رفوزی میکنه، آمریکا که سعی کرد توی نیجر کودتا بکنه کشف شد. این فضا رو میبینیم تو آفریقا مسئله جنگ به طور واقعی داره مطرح میشه. منطقه که نگاه کنیم ببینیم خطر اشغال لبنان از طرف اسرائیل به نظر من جدیه و این یکی از چیزهایی که تهدید میکنه. حمله به ایران از طرف اسرائیل و آمریکا، اینها به نظر من یه خطر جدیه. امیدواریم هیچ کدوم از اینا پیش نیاد ولی نمیتونیم فقط با امیدواری مسئله رو کنار بذاریم. خطر واقعیه، خطر جدیه، خودشون هم دارن میگن با زبونهای مختلفشون، حتی قبل از این بیانیه واشنگتن داشتن بر این میکوبیدن. در نتیجه باید این تهدید رو جدی بگیریم، این خطر رو جدی بگیریم. ابعاد جنگ چه خواهد بود، تا کجا خواهد رفت، اینها رو روشن من نمیتونم پیش بینی بکنم ولی این رو کامل میبینم و من الان 3 ساله دارم این رو میبینم، از همون موقع که کوس نظامیگری و جنگ افروزی رو با اوکراین و روسیه و تبلش کوبیدن، از همون موقع من نگرانیم همین بود و نسبت به همین هشدار میدادم که ما داریم میریم به سمت یک جنگ جهانی سوم. به این معنا نبود که 2 روز دیگه میریم فضا رو، یه وقت 6 سال طول میکشه تا آماده بکنن، همینطور یه روزی که از امروز نمیتونن بپرن جنگ کنن، فردا با جامعه رو آماده کنن، مردم رو آماده کنن، ارتششون رو بسازن. فرضاً الان توی کشور انگلیس دارن به طور جدی راجع به این حرف میزنن که سربازی رو اجباری کنن دوباره، مثل زمان جنگ جهانی دوم، و داشتن بحث از این دارن که میخوان قانونش رو ببرن پارلمان. حالا دولت عوض شده، ببینیم دولت جدید کی این کارو میکنه. فنلاند که اصلا تصویب کرد چند ماه پیش تا 60 سالگی. در سوئد و دانمارک صحبت از همینه، در آلمان صحبت از همینه. الان دارن از سربازگیری اجباری حرف میزنن تو غرب. آمریکا که تصویب کرد، آمریکا همه جوونا رو نمیبره چون کشور بمب بزرگیه، مثل همون موقع که تو کاری که تو جنگ ویتنام کرد، یعنی قرعه کشی میکنن از یه سری سن و اعلام میکنن، اینو تصویب کرد. خب چرا باید الان ما یه دفعه شاهد این باشیم که داره سربازگیری اجباری تو تمام این کشورها به یه قانون بدل میشه؟ از اون طرف سرکوب‌های سیاسی چقدر بالا رفته، فضا رو چقدر تنس و چقدر جنگ فضای جنگی دارن میکنن. خب اینا باید دلیلی داشته باشه. من فکر نمیکنم فقط همین کارو میکنن که حالا ببینیم چی میشه. فکر میکنم یه برنامه معینی، این برنامه نقشه پیاده شدنش دقیقاً چی، از کجا شروع میشه به کجا میپیونده، چقدر میگیره رو من نمیدونم، ولی باید نسبت به این خطر ما هوشیار باشیم. تروریسم هم دوباره آوردن توش، نسبت به اینم هوشیار باشیم. من قبلا هم نسبت به این که فاشیسم و نیروهای راست افراطی رو دارن توی غرب به این چیز که خطر تروریسم مثلا اسلامی تو غرب خیلی بالاست، دارن فاشیسم رو هی گسترش میدن و قوی ترش میکنن. اینا رو ما توی بیانیه ناتو هم داریم میبینیم. در نتیجه من فکر میکنم یه برنامه کامل، یک کشور نیست، کامل دولت‌های غرب، امپریالیسم آمریکا، تروریسم دولتی، اینها دارن نقشه جنگ رو میکشن، مینویسن و به پیش میبرن. آذر مازدی، اتفاقا شما به این بخش تروریسم در این بیانیه اشاره کردین، اینا بالاخره استاد این هستن که خودشون تروریسم رو راه بیندازن و قهرمان سرکوب تروریسم بشن. اتفاقا امروز داعش علیه حماس اعلام جنگ کرده و گفته اینا
تکفیری هستن. فکر میکنی که یه چنین نقشه برای غزه هم دارن که بساط داعش رو بیندازن به جان اونجا؟ راستش الان نمیدونم چقدر لازم دارن که داعش رو بندازن به جون مردم غزه، چون خود ارتش اسرائیل با تمام قدرت 24 ساعته داره میکوبه مردم رو، بهشون میگه برید مثلا اون بخش مثلا خان یونس فرزن، بعد مردم چادر میزنن، چادرهای پناهندگی خوابیدن، شب وقتی خوابن تو اون چادرها میان بوم میریزن. اصلا میزان کشتار توی غزه تو این همین دو سه هفته اخیر خیلی بالاتر رفته و بعد شکنجه هایی که توی سوشال میدیا منعکس میشه، که شکنجه هایی که سربازهای اسرائیلی نسبت به مردم غزه، حالا کودک، سالمند یا حتی معلول دارن انجام میدن. همین، حالا میدونم این خارج بحثه، ولی اینقدر قلب منو واقعا تکون داد که فکر میکنم خوبه بهش اشاره کنیم. نمیدونم دیدید یا نه، من اینو تو صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم شیر کردم، یه عکسی هست از یک جوون 22 ساله که بیماری دان سیندروم و آتیزم داره توی غزه، و ارتش میره تو اون خونه، مادره رو میکنه توی یه اتاق، از بچه جدا میکنه، سگ وحشی رو میندازه به جون این به این جوون، و این سگ در حالی که داره دست این جوون رو گاز میگیره، جوون هنوز چون داره میگه قربون صدقه میره به سگه، میگه داری اذیتم میکنی، یعنی حتی متوجه نیست دارن شکنجش میکنن، میخوان بکشنش، و به این شکل این جوون رو کشتن و همجور داره ادامه پیدا میکنه. من فکر نمیکنم به طور واقعی این ارتش اشغالگر جنایتکار فاشیست شکنجگر کثیف الان احتیاجی داشته باشه به اینکه داعش رو هم به خودش اضافه کنه. داعش ساخته اسرائیل، همه میدونن، و الان از موقع 2012 توی رقه، توی بخش اشغال شده سوریه، بخشی که آمریکا برای نفت اشغال کرده، اونجا سکنا داره و کمک میکنه به آمریکا. و مثلا چند وقت پیش رفت توی مسکو یه حمله سازمان داد که خب گفتن اون کرده، که اینم جز نقش است. به هر حال داعش اعلام جنگ کرده با حماس، خب این نشون میده دیگه این چجوری این تروریست های اسلامی رو ساختن، حالا هم به اسم اونا مردم رو میکشن، هم اینا رو میندازن به جون، هم از این طریق مردم رو میکشن. این یه نقشه دیگه ای که رو کرده.